شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر، خسته نباشید. سلام، بفرمایید. ببخشید، مطمئن نبودم نوبت من شده یا نه. عرضم به حضورتون که آقای دکتر، اولا که یک رو فقط وقت داریم، درسته؟ متاسفانه بله. اوکی، پس من مجددا با پسرم هم مزاحمتون خواهیم شد، این برنامه رو میخواستم حتما داشته باشیم. اولا که من خودم پسرم رو تنهایی بزرگ کردم، قبلا هم چند دفعه باهاتون تماس گرفتم، کتکام هم خوردم، خلاصه تصمیمات درستی ولی گرفتم، الان که فکر میکنم با کمک شما تصمیمات درستی گرفتم، ولی پسرم رو مجبور شدم تنهایی بزرگ کنم و شرایط آسونی نبود، اما بازم با کمک شما تمام سیدی ها و آدیو های تعلیم تربیت خانواده تک سرپرست، قبلش البته چرا زواج چرا طلاق، میگم همه جوره از شما کمک گرفتم و تصمیماتی که باید میگرفتم و گرفتم. الان پسرم 13 سالش آقای دکتر، خیلی پسر خوبیه، خیلی کمک حال هم است، ولی تازگی ها خیلی به دین گیر داده، نمیدونم چی کارش کنم. یعنی شما از کجا تلفن میکنی؟ من از مریلند تماس میگیرم. شما الان چه مدل از امریکا هستید؟ 24 ساله. و همسرتون که ایرانی بودن نه؟ ایرانی بودن، ولی میگم پسرم یه سالش بود جدا شدیم. اوکی، من بفرمایید که آیا محیط آموزشی هست یا مدرسه‌ای که میره دور برش این موضوع هست، یا از طریق به هر حال آنچه که فضای مجازی هست با این موضوع آشنا شده؟ بیشتر فضای مجازی. آخه از چه دنبال چه دینی هست؟ اسلام. و چیزی که بر من جالبه اینه که خب پدر بزرگ مادر بزرگش که تو کویت زندگی میکنن و منم سالی یه بار تقریبا بردمش اونجا ملاقاتشون کرده، مسلمون هستن ولی مسلمون شیعه هستن. اما پسر من تازگی ها خیلی داره دین میکنه و نماز میخونه و حرام و حرام میکنه و سنی نماز میخونه. آقای دکتر من نمتوجه هستم. به من بگید که از طریق اولا درسش چطوره؟ یک عالی همیشه ایوبی، همیشه در ورزشی در ورزش هم گذاشتم، میگم الان دفتر مشقم هم گذاشتم کنارم که اگر فرصت. نه الان آخه وقت کمی است. نه ورزش هم اوکی. شبکه دوستانی که داره چیه؟ ایرانیان کجایی هستند؟ دوستاش از نژادهای مختلف میان خونمون، با هم وقت میذارن. همین خب آخه مدرسه ای که هستن، مدرسه ای است که پابلیکه، ولی خب اونجا که معمولا در یه جایی مثل مریلند بیشتر امریکایی هم دیگه، درسته؟ بله امریکایی هم، ولی خب نژادهای پدر مادرشون ایتالیایی و نه متوجه هستم اونا رو میدونم. خب حالا پسرتون اصلا حرفش چیه؟ چون میدونی سه تا خطر برای جوانایی که مذهبی که فلسفه است، یکی سیاست، برای که در یه ذهنیتی هستن که به افراط و تفریط ها میرن. حرفش به شما کلن چیه؟ یعنی مسئله نجات و رستگاریه، مسئله نابودی جهانه؟ چون اینا معمولا زمینه‌های ذهنی هست، یعنی اگر مثلا 5 دقیقه بشینید پای صحبتش به شما چه پیامی رو داره یا چی میگه یا چه باوری رو داره؟ راستش اینه که میگم چون کار متخصص بود، منم با چیزایی که یاد گرفته بودم میدونستم الان دیگه باید بسپارمش دست متخصص، ولی پسریه که خیلی کنجکاوه، تاریخ تمام دنیا رو تقریبا میدونه و دلیلش بر اینکه سمت دین میره، میگه هر آدم عاقلی که آدم خوبی باشه باید یه دینی داشته باشه. نه باید یه دینی داشته باشه یعنی چی؟ همینجا صبر کنید، خب میخوام ببینم شما باش بحث بکنید. باید یه دینی داشته باشه، اگر دین یه باور و اعتقادی است که بد و غلط و خطرناکه چی؟ متاسفانه اصلا به همچین باوری نرسیده. میگه هر خب آدمی که از خب من میخوام بگم ببینید بحث و گفتگوها در همون منبع اولی، من پاس میدم از چه ذهنیتی برخورداره. اینکه آدما باید دین داشته باشن دو تا نکته، یکی اینکه محتوای برخی از ادیان باورهای بدی است، دوم اینکه بیشتر مردم دنیا همچی باوری رو ندارن، سوم کشورهایی که خیلی باورمندترن
هم از نظر فردی هم از نظر اجتماعی مسائل و مشکلات و گرفتاری های بیشتری داره. یعنی ببینید من شما یه نکته فرمودید، به اون دلیل عرض میکنم که مثلا آشناس به تاریخ ها، این چه آشنایی به تاریخ ها؟ شما نتیجه ای که از تاریخ میگیرید کجا ازش در میاد که مردم با دین داشته باشه؟ حالا به من بگید که با گروه های در ارتباطه، یعنی میره و میاد یا فقط در فضای مجازی است؟ نه آقای دکتر، الان خواستش از من این بوده که من یه روز ویکند ببرمش مسجد، و از جایی که میگم به خاطر طلاقمون و شرایطی که بود و من میخواستم پدر بزرگ مادر بزرگش و خانواده پدریش رو لاقل داشته باشه، هر سال این سفر کویت رو داریم و در همون حد میخوام کافی باشه، نمیخوام یه جوری باشه. نه خب حالا مسجدی که میخواد بره مسجدی است که در حدی که شما میدونید که بعدم باید بدونید، یه بار مذهبی داره، بار سیاسی داره، بار یعنی چی داره؟ چون ببینید مهم اینه که شما با یه دین سیاسی روبرو هستید، با یه دین سیاسی نظامی روبرو هستید، یا با یه دینی جدا از این موضوعهای سیاست و درگیری های برحال جنگی روبرو هستید. چی میدونید راجبش؟ یا چیزی... من فکر میکنم، واقعا فکر میکنم این به قول معروف کالبد شکافی ذهنش بهتر کار شما باشه، چون من هر سوالی که ازش میپرسم یه جوری برام گارد گرفته، نمیخوام خراب کنم کارو. نه آخه یعنی چی؟ جان الان که آخه فارسیش در حدی هست که بتونم من صحبت کنم؟ فارسیش عالیه، بله فارسیش عالیه، انگلیسیش هم عالیه، مشکلی با ارتباط برقرار کردن هم نداره. میدونم حالا به شما میگه به شما میگه یک تو چی کار کن یا بگذار من چی کار کنم؟ نه زیاد به من جرات نمیکنه، من به من مثلا هنوز نگفته رو سری سرم کنم و اینها، خدا رو شکر. ولی خب خیلی عقایدش رو من اصلا نمیتونم بپذیرم، یعنی یه چیزایی در اسلام رو باور کرده، مثلا غار حرا. بله مثلا چیه باور کرده؟ مثلا دیروز با من میگفتش که مامان چرا هیچ پیغمبر دیگه یا تو نمیتونی غیر از محمد بگی که مثلا صدایی شنیده باشه. من نمیتونم الان بهش بگم مامان هزار جور، الان علم ثابت کرده که هزار جور مشکل دیگه میتونست حضرت محمد داشته باشه، ولی نمیتونم باش بحث کنم، مخصوصا چون خودم اصلا جنبه مذهبی. حالا جالب اینه که حالا نه کاری ندارم، شما ببینید اتفاقا حالا پس چون میگه هیچ پیغمبری بگه، خب حضرت موسی. جالب اینه که در قرآن حضرت موسی رو به عنوان کلیم الله میدونه، یعنی کسی که با خدا گفتگو کرده. حالا تازه در مسئله وحی یه طرفه است، کلیم الله اصلا به همیشه است که دوستان مسلمان یهودیان رو میگن کلیمی، چون در قرآن آمده موسی کلیم الله، یعنی کسی که با خدا گفتگو کرد. تازه حضرت موسی که هم شنیده هم گفته، یعنی تازه در مورد وحی و حضرت محمد که ایشون بهشون وحی رسیده و بعدم حرفشون است که انا بشران مثلکم الا یوها الی، من یه بشری هستم مثل شما، فقط به من وحی میرسه. خب ببینید استدلالای از این قبیل نشون دهنده این است که گفتم یه زمانی است که شما میگید من یک چیزی رو این گونه میبینم، بسیار خوب، ولی وقتی استدلال کردید باید استدلالتون معقول و منطقی باشه. حالا بیاد فرض کنید همین مطلب رو شما بهش بفرمایید، قرآن کریم حضرت موسی رو موسی کلیم الله میدونه، اینی که با وجودی که این عزیزان یهودیند مسلمانان میگن کلیمی و به خاطر استناد به این آیه قرآنه. خب حضرت موسی که با خدا گفتگو میکنه یا در کوه طور، به یک اعتبار حالا وارد بحثش نمیخوام بشم، ماجرای ملاقات در مسیحیت که اصلا پسر خداست و به هر حال تعلق خاطر و ارتباط دیگری داره، ولی حرف پسر شما البته در یه جهتش هم درسته که این نگاه به مسئله وحی و الهام که در اسلام هست در جای دیگه با این شدت و حدت نیست. ولی خب بدونید وقتی کسی آگاهی به این موضوع ها در یه حد قابل قبولی نداشته باشه، میتونه اون استدلال ها و استنتاج ها رو بکنه. به همجاست که من دلم میخواست بدونم پسرتون کجا قرار داره دیگه، غیر از این مثلا چه باوری داره عزیز؟ نماز میخونه، حتی میگم کنار خیابون ما رو مجبور میکنه وایسیم بعد تمرین فوتبالش وایسته نماز میخونه، جا نمازش رو به خودش مدرسه میبره. تازگی هر جا میخوایم بریم بایکات کرده بعضی رستوران ها رو به خاطر جریانات غزه.
داره ما رو تو چارچوب میذاره، یعنی توی به من بگید که به من بگید از نظر ظاهر و بدن و جسه در حد یک پسر 13 سال است کوچکتره بزرگتره چگونه؟ قدش بلندتره، قدش بلندتر از حد معموله. اوکی، و بعد آیا چهره خاورمیانه‌ش مشخصه یا اینکه نه میتونه به کمی هم سفید و بلوند امریکایی باشه؟ کاملا خاورمیانه یه قیافه و خیلی هم به فرهنگ ایرانی و همه چیمون افتخار میکنه. حتی بعضی جا راجع به شرایط ایران که صحبت میکنیم داره طرفداری میکنه که حرص منو باز در میاره. نمیدونم الان فقط اوکی. به من بگید آیا به زبان عربی آشناست؟ داره یاد میگیره، اونم داره رو دوالینگو یاد میگیره. البته خب اون زبانی که به اون صورتی که اونقدر کمکی برای خواندن نمیکنه، چون معمولا زبان مکالمه ایست. به هر حال عزیز باید ببینید چه میشه، خیلی کاری به کارش نداشته باشید، ولی یه مقدار از اینکه در ذهنش چه میگذره خبر داشته باشید. اون جنبه ای که میتونه مسئله ساز باشه یکی ارتباطاتشه، دوم عملی است که ممکنه با نوعی برخورد دیگران همراه باشه. یعنی وقتی فرض کنید در وقت نماز یه جایی که معمول نیست میخواد بیسته و نماز بخونه، من نمیدونم اینو چجوری انجام میده. من آقای دکتر همین، منم میتونم سعی میکنم باهاش کنار بیام، حرفاشو گوش کنم ببینم منظورش چیه، ولی این کار فکر میکنم کار من نیست، باید یه کاری. نه اون که کار شما، خیلی آخر داستان این است که کسانی که تو این کار هستند معمولا نه پسر شما قبول میکنه نه میره، مگر اینکه بحث خیلی عادی با یه کسی آگاه داشته باشه که حداقل این زوایای ذهنی رو تغییر بده. ولی ببینید اشکال کار، چرا من میگم سه تا خطر سیاست و فلسفه و مذهب برای جوونا؟ به خاطر اینکه با یه چیز کوچک یا یه مسئله جزئی، مثلا همین استدلالی که فرض کنین کرده، شما نگاه کنین، یعنی یه استدلال خب اینقدر خالی و بعدم اصلا چی ثابت میکنه؟ برای فقط یه ادعاست که ثابت که نشده. ولی خب چه میشه کرد؟ یعنی نظام عقلی و استدلالی گرفتارش اینجا اینه، با توجه به سنش اگه 16 سالش بود مسئله خیلی فرق میکرد. به هر حال شما میذاره آهسته حرکت کنید ببینید چه میشه. متاسفم من با آخر وقتم رسیدم، ولی اگر مسئله خاصی بود برام لطف کنید تلفن بزنید. خیلی ممنونم از وقتتون، هفته دیگه باز باهاتون تماس میگیریم.